هفته های اخیر فیسبوک، گوگل و توییتر صدها حساب کاربری متعلق به ارتش سایبری رژیم ایران را تعطیل کردند. این صفحات فیسبوک و حساب های توییتر و گوگل کارزار تبلیغی و دروغ پراکنی رژیم را در سراسر جهان به پیش می بردند. به گفته فیسبوک، بخش مهمی از این شبکه به یک سازمان اینترنتی وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نام اتحادیه بین‌المللی رسانه‌های مجازی مرتبط بودند. به گزارش رویترز، این شبکه به 11 زبان مختلف دنیا فعالیت می‌کردند و اخبار دروغ و تبلیغات سیاسی رژیم را در فضای مجازی پوشش می‌دادند. این شبکه بخش بسیار کوچکی از فعالیت‌های ارتش سایبری رژیم است که عمدتاً توسط سپاه پاسداران هدایت می‌شود. گذشته از آن، سپاه پاسداران در سال‌های اخیر حملات سایبری متعددی علیه بانک‌ها، مؤسسات علمی اقتصادی و تأسیسات صنعتی در آمریکا انجام داده است و شبکه‌های اینترنتی مؤسسات را هک کرده است. مسئولین آمریکا نیز افراد وابسته به این شبکه سایبری را تحت تحریم قرار دادند. رژیم برخورد دوگانه‌ای با اینترنت و فضای مجازی دارد و آن را هم یک فرصت و هم یک تهدید می‌داند. فضای مجازی واقعاً یک دنیای روبه رشد غیر قابل توقفه. خب این وقت یه فرصت‌های بزرگی در اختیاره هر کشوری میگذاره، تهدیدهایی هم در کنارش داره. ما باید یک کاری کنیم که از این فرصتها حد اکثر استفاده کنیم، از این تهدیدها تا اونجایی که ممکنه خودمون رو در کنار نگه داریم. فرصت به این معنا که فضای مجازی را وسیله مناسب برای تبلیغ افکار واپسگرایانه خود، صدور انقلاب و همچنین دروغ پراکنی علیه مخالفان خود می‌داند و از آن به کمال و تمام استفاده می‌کند. خب همین فضای مجازی ابزار یه ابزار بسیار کارآمد برای اینکه شما بتوانید پیامتون رو به اقصا نقاط دنیا برسونید، به گوش همه برسونید. از طرف دیگر رژیم دسترسی آزاد مردم ایران به اینترنت و فضای مجازی را تهدیدی علیه موجودیت نظام می‌داند و با تمام قوا تلاش می‌کند تا دسترسی به آن را در کشور محدود و کنترل کند. در این گزارش نخست به ارتش سایبری رژیم نگاه می‌کنیم و سپس تلاش‌های رژیم برای کنترل اینترنت در کشور را بررسی می‌کنیم. ارتش سایبری رژیم در درجه اول توسط سپاه پاسداران و بسیج که زیر مجموعه سپاه است هدایت می شود که عمدتاً در تهران و وابسته به سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ هستند. مراسم تجدید از بسیجیان سایبری تهران به همت قرارگاه فضای مجازی سپاه حضرت محمد رسول الله در سالن شهید رشادی این سپاه برگزار شد. تمام نواحی ما علاوه بر یک گردان فضای مجازی که الحمدلله امروز راه افتاده و سازماندهی شده و داره کار میکنه و تولیدات بسیار خوب و ارزنده‌ای داره میاره بیرون، یک پایگاه‌های ویژه فضای مجازی های دیگر رزمایش شهری سورالله حضور تیم های مقتدر متخصص بسیجی در جنگ سایبری و نرم، جای و سواران، رزم انفرادی، آمادگی بدنی و ستونکشی دیدنی نیروهای ویژه موتور سوار است. در کنار تقریبا 45,500 نفر نیروی سخت افزار موتور سوار سلاح به دست توانمند ما، همزمان اینا 3,000 نفر پشت سایت ها نشستن دارن سیستم ها رو رصد میکنن. وبسایت اصلی ارتش سایبری سپاه تهران سایت قسم است. به گفته منصور امینی، جانشین فرمانده قرارگاه فضای مجازی سپاه تهران، بیش از 2500 سایت در سطح نواحی و اقشار بسیج در سایت قسم فعال و قابل دیدن هستند. به گفته امینی، گردان‌های سایبری سپاه تهران مانند گردان‌های عاشورا سازماندهی شدند و بر اساس جنگ سایبری و فرهنگی این گردان‌ها شکل گرفتند و امروز در هر ناحیه بسیج مقاومت تهران حداقل یک گردان سایبری تشکیل شده است. امینی تصریح کرد سایت‌های جریان سازی در سپاه تهران به صورت غیر رسمی در عرصه بین‌الملل سبک زندگی و اقتصادی در حال فعالیت هستند. بسیجیان در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند و جریان سازی می‌کنند.
بخش مهمی از این افراد به طور رسمی خبرنگاران بسیج پرس محسوب می شوند. ما بالای 2000 نفر حداقل خبرنگار بسیج پرس در سطح تهران رو داریم که همه جا حضور دارن، حتی در برنامه های خارجی و بین المللی. گذشته از تهران، گردان‌های سایبری بسیج در همه شهرها و مناطق ایران گسترش یافتند. سپاه و بسیج ارتش سایبری را در همه نهادهای مهم دولتی و حکومتی گسترش دادند که مهمترین آن در سازمان صدا و سیماست که با استفاده از امکانات تکنیکی و ارتباطی این سازمان در سراسر جهان فعالیت می‌کند. این همایش ارتش سایبری بسیج مستقر در صدا و سیماست. More than 1,000 cyberspace experts from Islamic Republic of Iran's Broadcasting IRIB, who are members of Iran's Cyber Army and Iran's Basij Force, a voluntary force, attended the first IRIB Basij Cyber Battalion conference. وبسایت باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به سپاه در گزارشی به مناسبت دومین گرد همایی سالانه گردانهای سایبری بسیج صدا و سیما نوشت که قرارگاه سایبری صدا و سیما 7 گردان سایبری دارد که مجموع اعضای فعالان 1200 نفرند. به گفته جعفری رئیس بسیج صدا و سیما، پس از فرمان رهبر معظم انقلاب برای ورود به حوزه سایبر در کنار قرارگاه سایبری، قرارگاه مقابل با تهدیدات نرم و مونیتورینگ جریان‌های ضد انقلاب نیز از پارسال تشکیل شده است. به همین ترتیب ارتش سایبری بسیج در دانشگاه‌های مهم کشور هم تشکیل شدند. بسیج طلاب نیز در حوزه‌های علمیه فعالیت گسترده‌ای در فضای مجازی دارد. این گزارش تلویزیون رژیم در مورد نقش طلاب سایبری در داغ کردن کارزار تبلیغی برای کشته شدن پاسدار حجاجی در سوریه در سال گذشته است. سردار بیسر همانند اربابش حسین جریان ساز شد. ببینید چه خونهایی کشور را افتاده به خاطر شهادت این جوان. گوشه گوشه شهر من هم در جریان حسین است و اینجا هم آتش به اختیارهایی دور هم جمع شدند تا در عرصه فرهنگی در این جریان سازی قدمی بردارند. همه طلب هستن و خب تو هر سطح و پایی هم که بودن این گروه تونسته بچه ها رو جذب بکنه و همه هم یک دل دارن کار میکنن. مشغول ساخت انیمیشن شهید حجاجی هست. یکی از مهمترین تشکل‌های وابسته به ارتش سایبری رژیم حزب الله سایبر است که در سال 1390 تشکیل شد. این مراسم اعلام موجودیت حزب الله سایبر در تهران است. احساس نیاز به وجود تشکلی هماهنگ کننده در میان فعالین حزب الله در فضای سایبر که علاوه بر انجام هماهنگی از توانمندی اجرایی قابل قبولی نیز به منظور انجام فعالیت‌های گسترده نه فقط در سطح کشور بلکه در سراسر جهان برخوردار باشد، ما را بران داشت تشکلی را تحت نام حزب الله سایبر و ان شاء الله با هدف نیل به آرمان‌های حزب الله تشکیل دهیم. از محورهای اصلی فعالیت‌های این تشکل میتوان به موارد زیر اشاره کرد: انجام فعالیت‌های گروهی و ایجاد موج‌های فراگیر با استفاده از پتانسیل نیروی انسانی عظیم حزب اللهی در فضای نت. در حالی که رژیم از فضای مجازی برای پیشبرد اهداف تبلیغی و دروغ پراکنیش استفاده میکند، اما در این حال با تمام امکانات تلاش میکند تا دسترسی مردم ایران به فضای مجازی را محدود کند، چون با گردش آزاد اطلاعات دستگاه سانسور و خفقان رژیم شکاف برمیدارد. امروز بهمنی از گزاره‌های درست و نادرست داره رو سر مراجعین اینترنت ما فرود میاد. اطلاعات غلط، اطلاعات نادرست، اطلاعات مضر. ما چرا باید اجازه بدیم این اتفاق بیفته؟ اینی که ما به عنوان این که فضای مجازی رو نباید جلوش گرفت تو این زمینه ها کوتاهی کنیم، این مسئله رو حل نمی کنه و منطق درستی هم نیست. این فضا باید مدیریت بشه. نباید فضای مجازی رو که امروز در هر اتاق و در زیر هر رخت خواب و پتوی جوان در شب راه دارد، اون رو ما در اختیار دشمن بگذاریم. از طرف دیگر
جنبش مردم در سال 88 و همچنین خیزش سراسری اخیر که از دی ماه 96 شروع شده است نشان داد که مردم با استفاده از شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام تظاهرات علیه رژیم را سازماندهی می‌کنند و این یک تهدید بسیار جدی علیه نظام است. از این رو رژیم در شرایط بحرانی دسترسی مردم به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی را مسدود یا محدود می‌کند. مسئله دومی که مطرح شد این اغتشاشات بود و باید با تدبیر کاری کرد که دیگر این حادثه اتفاق نیفته. همه اعضای جلسه از فضای مجازی نگران بودند و به صراحت گفتند رهبری این اغتشاشات دست فتنه‌گران فضای مجازی بود. اما فضای مجازی که تریبون بیگانگان هست سگهاره، این سگهار اگر رها بشه دوباره گاز خواهد گرفت. این ظرفیت وجود داره که اونا بیان اخلال ایجاد کنن و در واقع اقداماتی که اخیراً هم متوجهش بودیم به وجود بیارن. این مخاطراتی داره، در هر فضایی هم ممکنه به وجود بیاد. طبیعتاً در رابطه با مدیریت این فضاها مجموعه امنیتی کشور برنامه‌ریزی کردن، تکالیفی هم به ما ابلاغ میکنن، ما هم طبیعتاً همکاری میکنیم در این عرصه با اونها برای جلوگیری از اغتشاشات و استقرار امنیت در کشور. گذشته از این اقدامات در شرایط بحرانی، رژیم در برنامه دراز مدت‌تر تلاش میکند تا با ایجاد شبکه ملی اینترنت اصولاً دسترسی مردم به بسیاری از شبکه‌های مجازی را کاملاً مسدود کند. اما این تلاش رژیم نیز به دلیل ضعف تکنولوژیک و مالی امکان پذیر نیست. در مسئله فضای مجازی اونی که از همه مهمتره مسئله شبکه ملی اطلاعاته، متاسفانه در این زمینه کوتاهی شده. کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کردن و کنترل کردن به نفع خودشون، ما هم باید کنترل کنیم. بعضی از کشورها طبق فرهنگ خودشون این رو قبضه کردن، این دستگاه ها رو قبضه کردن، ما چرا نمی کنیم؟ به جای لجنزار متعفنی که به نام تلگرام و غیره هست، فضای مجازی سالم در دست جامعه قرار گیرد. نگویید موقتا قطع کردیم دوباره برمیگردیم. راستی عجیب است این شیاطین برگردن دوباره همان آش است و همان کاسه. سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل هم با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی ناگزیر از ملی سازی شبکه‌های اجتماعی هستیم، از حزبیان خواست به موضوعات فقه فضای مجازی ورود کنند. وحشت رژیم از دسترسی آزاد مردم به فضای مجازی و تلاش برای محدود کردن آن را میتوان در برخورد با پیام‌رسان تلگرام که مورد استفاده بیش از 40 میلیون نفر در ایران است مشاهده کرد. شبکه تلگرام مرکز بیگ دیتاش داخل کشور ما نیست، یعنی اطلاعات که از مردم ما جمع میکنه دست خودمونی. هیچ شبکه اجتماعی حق نداره 30 میلیون ایرانی توش باشه، اونم دیتا سنتر دیتا بیسش و بیگ دیتاش خارج از کشور و خارج از کنترل ما باشه. این یعنی جامعه ما رو در خطر میندازه، یعنی تهدید اجتماعی داره، یعنی تهدید سیاسی داره، یعنی تهدید فرهنگی داره کاملا برای ما. تمام اطلاعات ما اینها میره دست خارجی ها و اونها هم به اطمینان میشه گفت با نرم افزارهایی که کارش پالایش داده هاست اینها رو استخراج میکنن، انها اطلاعات مهم درون کشور را و مذاق مخاطبان را، مذاق مردم را و اینکه دنبال چی هستن بیشتر و چگونه درشون نفوذ میشه کرد، چگونه میشه تحریک کرد، از کجا میشه کار کرد. این شایع پراکنی ها که اعتماد به نظام از بین بره، همه ناشی از همین هاست. حسین نجات معاون سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که سرکوب و دستگیری فعالان فضای مجازی را هدایت میکنند، در یک سخنرانی در سال گذشته وحشت رژیم از پیام‌رسان های داخلی را بیان کرد و گفت: در صحبتی که با حجت الاسلام روحانی داشتیم تأکید کردیم که راه اندازی صوت تلگرام سبب می شود که ما هیچ موردی را نتوانیم کنترل کنیم. رژیم از طرف دیگر تلاش می کند با راه اندازی پیام رسان های داخلی مردم را به استفاده از آنها تشویق کند.
اما در این زمینه نیز تا کنون شکست خورده است، چون از نظر تکنیکی بسیار پایین هستند و از طرف دیگر مردم نیز به آنها اعتماد ندارند. پرم صنعت داخلی تلاش زیادی کردن، تیم های فنی خوبی هستن، جوان های خوبی هستن که اومدن کار کردن، نیازمند حمایتن. اما در هر صورت حجم مطالبات و نیازمندی های مردم، سرویس هایی که دارن استفاده میکنن، ذائقه اونا برای استفاده از سرویس ها، یه مقداری قدرت انتخابشون رو سخت کرده. یعنی سرویس هایی میخوان در لول سرویسی که تا الان استفاده میکردن. بحث دومی که وجود داره متاسفانه یک اطمینان و اعتماد کاملی به اپلیکیشن های داخلی مردم با توجه به تبلیغات مسمومی که شده ندارن و در این ذهنیت در واقع فکر میکنن که اگر در این زیر ساخت حضور پیدا بکنن تعدی به حریم خصوصیشون میشه یا مشکلاتی برشون به وجود میاد. از آنجا که پیام رسان های خارجی با زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم گره خوردن، فیلترینگ و قطع آنها صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور میزند و در شرایط ورشکستگی کامل رژیم این مسئله به نوبه خود بحرانزاست. یعنی به واسطه این که جلوی ضد انقلاب رو بخوان بگیریم نباید عموم مردم ناراضی رو کنیم، اونم یک مسئله که باید بهش توجه بکنیم. خب بله، یک شبکه رو به خاطر شرایط امنیتی کشور ممکنه دو روز پنج روز بگیم بسته باشه، بعد حالا بخواید سوء استفاده کنید بگید حالا که بسته بود نه دیگه قشنگ بود، خیلی خوب بود، شب خوب راحت خوابیدیم، بسته باشه برای ابد. تو راحت خوابیدی، 40 میلیون گرفتار بودن، تو فکر میکنی تو هستی فقط؟ 100 هزار نفر شغلشون از دست دادن تو این هفته. نمیگه که چند نفر تو اینا اجناسشون رو به نمایش میگذارن، به فروش میرسونن. اون فردی هم که از خونه امروز میخواد با تاکسی بره ترجیح میده از این فضا استفاده کنه. وحشت رژیم از دسترسی آزاد مردم به فضای مجازی و اطلاعات و شکست در مقابله با آن نشانی از ورشکستگی فکری و سیاسی رژیم و بیانگر ناتوانی در مقابله با دنیای مدرن و جنبش توقف ناپذیر مردم ایران علیه این نظام واپسگرا است. فوق‌العاده گزارش جالب بودم یعنی از آقای دایی عزیز حسن دایی زحمت کشتم برای تهیه این گزارش، بسیار آگاهی دهنده. اصحاب قدرت در ایران دچار بیخوابی هستند، از گسترش و پیشرفت تکنولوژی میخوان با دست جلو تابش آفتاب رو بگیرن. خب فردا که این تکنولوژی ها رو به پیشرفت بیشتره چی کار میخواید بکنید؟ وقتی هیچ کاری از دستتون بر، چقدر دچار ترس و وحشت و خول و عراس هستن. خودشون از توییت استفاده میکنن، از فیسبوک استفاده میکنن، ولی نگرانن که مردم هم از همین ابزار همین وسایل بهره گیری کنن. این ترس و وحشت به نظرم نشانه نوع تزلزل و بعد ابتلا به یک بیخوابی مفرط. خوب که نگاه کنید متوجه میشید که اینا شب و روز ندارن. بیچاره قدرت، درمانده و نزار، اصحاب قدرت. هم یعنی هم با آقای دایی. آقای دایی بقول از این خسته نباشید. خوشمینم. پس روی هم آقای دایی به چیز حدود مثلا احتمالا 10,000 هم فنجوری که من شمارش کردم از مجموعه گفتارها، یه 10,000 نفری تو این کار فعال نیست، یعنی حقوق بگیری دستگاه هستن. عرض کنم که واقعا آمار نمیشه داد، خودشون هم آمار نمیدن، ولی واقعش اینه که فقط در تهران دیدیم سپاه محمد، چون میدید در تهران یه قرارگاه سارالله هست، اصلا کلن امنیت در ایران به سپاه پاسداران واگذار شده که در 15 سپاه استانی در 15 منطقه هستن. در تهران دو تا سپاه، سپاه تهران، سپاه سپاه بر عاشورا و سپاه محمد رسول الله، اینا در یه جایی هستن، قرارگاه سارالله. قرارگاه سارالله مسئول امنیت تهرانه. اینی که ما صحبت میکنیم 3000 تا مال قرارگاه فقط سپاه محمد تهرانه، 3000 تا 1200 میگه که در صدا و سیما فقط هستن. در تمام شهرستان ها این رو گسترش دادن، در دانشگاه ها هستش. همین حزب الله سایبر هزاران نفر دارن، 2500 تا سایت
فقط وابسته به سایت قسم هم. یعنی من نمیدونم ارقام و اعدادش چجوریه واقعا، چون مثلا خود 45,000 تا بسیجی که ما میگیم اینا فقط مال تهرانه، سپاه محمد رسول الله تهرانه. بنابراین آماری وجود نداره که ما بگیم چه مقداره. اون بخش بسیار مخفیش که اطلاعات سپاه و خود سپاه هستن که اون هک کردن سایت های خارجی ایناست، چون که اصلا خیلی مهربان است. حالا گهگاه میاد دولت آمریکا اینا تحریم کرده، برخی اسامی رو میگه، اون که خیلی مخفیه. ولی اون چیزی که به نام ارتش سایبریه که چه در داخل کشور و چه در خارج کشور سعی میکنه فضای مجازی رو کنترل بکنه، جریان سازی، دیدید تو این گزارش میگن جریان سازی، جریان سازی مجرم میندازن. مثلا یه مجرم زن گره الهی یه گروه یکی از گروه های مخالفین بستگی داره. اینا فکر نکنید که مثلا ممکن فقط متوجه یه گروه بشن، هر کسی فعال بشه الهی جمهوری اسلامی اینا الهیش وارد میشن. بنابراین جریان سازی میکنن. یه جریان مثلا رو انداختن برای اینکه قاسم سلیمانی رو در داخل و خارج مطرح بکنن، قهرمان ملیش بکنن. از این فضا سازی ها یا جریان سازی ها انجام میدن. من فکر میکنم برآورد خود من اینه که طلاب دانشگاه ها سایبر، ارتش حزب الله سایبر، بسیج و اینا رو جمع بزنیم، چند ده هزار نفر در فضای مجازی به طور منظم، اینا وابسته به سپاه و بسیج و دیگر نهادهای اطلاعاتی، چند ده هزار نفر مشغول کار در داخل و خارج. این برآورد منه. یعنی در واقع چند ده هزار جوان، اغلب جوان هم دیگه، طلاب هم که اغلب جوان، اینا کارشون حرفشون اینه که صبح بیان تو لجن قلب بزنن تو شب بعد برن خونه. بله فقط این هیچ معنی دیگر نداره، قلب زدن در لجن و بابتش حقوق گرفتن. عوض میخوام. ببینید مثلا من در مورد مثلا طلاب سایبری که نگاه میکردم، اینا رو میفرستن صدا و سیما آموزش تکنیکی میبینن، انواع آموزش های تکنیکی، یعنی مراکزی که دارن به اینا آموزش میدن. سعی میکنن که چون در همه جای ایران هست، عدم تمرکز از نظر اجرایی باشه، از نظر هدایت و موج سازی و اینکه چی کار بکنن، نه همه کنترل شده است، ولی از نظر تکنیکی اینا رو آموزش میدن. یکی راه اندازی سایت های مختلفه، انواع اقسام سایت هاست. این سایت ها رو باید با ویدیو، با فیلم، با گزارش، با اینا پر بکنن. خب این رو باید یاد بگیرن. صدا و سیما در این زمینه خیلی کمک میکنه. این حساب هایی که به اصطلاح بستش، توییتر و گوگل و اینا بستن، خیلی هاش به همین اتحادیه بین المللی رسانه های مجازی که وابسته به صدا و سیماست کار میکرده. یعنی صدا و سیما نقش درجه اولی در آموزش و هدایت تکنیکی داره که چطور سایت را بندازن، چجوری سایت ها رو پر بکنن، در سطح بین‌المللی به اسامی مختلف کار بکنن. مثلا ضد اسرائیل یکی از تمهایی که دارن، تم ضد اسرائیلی، به زبانهای مختلف، اسپانیایی شما بگیرید، عربی که خب پره، اینا کار میکنن. برای همین خیلی وسیعه واقعا. اگه بخواد یه گزارشی باشه، باید چند ساعت بیاد دونه دونه این بخش‌های مختلف اینا رو که بعد هماهنگ اینا با اتحادیه بین‌المللی رادیو تلویزیون ها که خودش نزدیک 130-140 به اصطلاح رادیو و تلویزیون در سطح منطقه است که اینا کار میکنن، خیلی وسیعه. مثلا یکی از کارهایی که میکردن جریان سازی، حماد از جرمی کوربین، رئیس حزب کارگر، چون الان خیلی تحت فشاره. خب چون این جرمی کوربین، ببینید چقدر جریان سازی به زبان انگلیسی به نفع جرمی کوربین. چرا؟ چون جرمی کوربین واقعی نمه خنده داره دیگه، رئیس حزب کارگر انگلستانه که اگر در انتخابات برنده بشن میشه نخست وزیر. این آقا کارمند پرس تیوی، یعنی کارمند جمهوری اسلامی بوده تا همین پارسال. خب از این حمایت میکنن چون با هم همکاری میکنن. در آمریکا یه سری جریانات حمایت میکنن، خیلی وسیعه واقعا، خیلی. یعنی در حالی که یه پوشک برای مردم ایران نمیتونن تهیه بکنن، ببینید چه فعالیت وسیع میکنن که فقط اخبار دروغ بگن. همین ببین اثر جالبه. روزنامه کیهان رو نگاه کنید، هم میانم کم تیراژ ترین روزنامه نزدیک به آقای خامنه ای، بسیاری از کیوسک‌های روزنامه فروشی این روزنامه رو قبول نمی‌کنن، چون میگن هر روز باید هر چی که صبح به ما تحویل داده شد یا بعد صبح اینا رو پس بدی.
قبول نمی کنن. یعنی در یه جایی از تهران شما نمیتونی کیاب پیدا بکنی. اینه که توضیح میکنم بین خود بسیج و سپاه و اینا. شمار مخاطبان صدا و سیما از تعداد کارمندانش کمتره. 47,000 کارمند داره. در دوره ما تعداد کارمندان 9,000 نفر بود. همه هم کارشناس، همه تحصیل کرده. محال بود کسی بدون تحصیلات، بدون آگاهی، بدون شناخت بتونه پاشو از زنجیر تلویزیون رد شه. امروز 47,000 نفر، یعنی تعداد مخاطبان کمتر از تعداده. و این همه فعالیتی که دارن میکنن روی شبکه‌های مجازی نتیجه چی بوده؟ صفر. جز ایجاد نفرت و انزجار نسبت به حکومت چی کاری از اینا ساخته بوده؟ یعنی به هر کامنتی که نگاه میکنید بلافاصله میشه تشخیص بدید که این کامنت از کجا آمده؟ از نایه مردم آمده؟ نسل جوان آمده؟ یا از نایه دستگاه مشکوکی؟ آدمی توی اتاقی یا توی تالاری با بقیه نشستن و دارن یه بخشنامه، یک کامنت بخشنامه ای رو در جا در سطح جهان نشر میدن؟ نه چه چی بوده؟ تشکر میکنم از آقای دایی عزیز.